روزها سخت شده. هیچ کس هم نمی‌داند چه زمانی از کرونا خلاص خواهد شد. همه نگاه‌ها به واکسن است. واکسنی که به دستور رهبر ایران قرار است نه ساخت آمریکا باشد و نه ساخت انگلستان. واکسنی که با کوبا بسته شده، این واکسن فاز 3 رو چون در ایران داره طی می‌کنه همزمان با کوبا، بنابراین قراره که رو چند ده هزار نفر تست بشه. بنابراین یک دفعه یک به قول معروف واکسیناسیون فاز 3 هم در ایران شروع میشه که تولیدش هم شروع میشه. واکسن تولید داخل هنوز ساخته نشده. شایعات در مورد ورود واکسن قاچاق به ایران هم در هفته‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود. خبری که مقام‌های بهداشتی ایران آن را رد کردند. گروهی هم نگران نحوه توزیع واکسن هستند. حالا علی ربیعی سخنگوی دولت گفته برای توزیع واکسن یک سامانه هوشمند طراحی شده. من مایلم در این جلسه بگم بنابر استراتژی اطمینان سازی به جامعه، چون در این زمینه برخی ابهامات رو باش روبرو می شدیم، با ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق سامانه هوشمند برای توزیع واکسن طراحی شده که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفافی در آن قابل رویت خواهد بود. در این راستا سند ملی برنامه واکسیناسیون بر اساس شواهد علمی و اخلاقی در 4 فاز تدوین شده و در آن اولویت دریافت واکسن با جزئیات تعیین شده است. رسانه‌های داخلی چند هفته گذشته روی واکسن ایرانی کرونا تبلیغات زیادی کردند. جمعی از متخصصین گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله، به خصوص پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای. اما به گفته رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، واکسن داخلی تا خرداد سال 1400 آماده نخواهد شد. زودتر از پایان خرداد نخواهد بود، به خاطر اینکه واکسن فاز به هر حال اگه بخوایم از مسیر اضطراری یا اورژانسی هم بریم، میتونیم فاز مثلا 2 و 3 رو با هم مخلوط کنیم و بعد خب باید صبر کنیم که نتایج 2 و 3 هم مشخص بشه. بعد به هر حال بعد از اون دست به تولید انبوه بزنیم. بعد خانه‌ها باید یه مدتی در انبار تست پایداریش رو بگذرونه تا بتونه وارد واکسیناسیون عمومی بشه. بنابراین با هر شکلی که حرکت کنیم پایان خرداد زودتر شاید نشه این واکسن رو به همه مردم تزریق کنیم. Governments are under pressure to secure supplies for their populations. راه دیگر ایران برای دسترسی به واکسن کوواکس است. نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19. ولی هنوز معلوم نیست ایران کدام نوع واکسن از فهرست ارائه شده از سوی این نهاد را انتخاب کرده. واکسن‌هایی که به گفته رئیس نظام پزشکی ایران پولش به کوواکس پرداخت شده ولی زودتر از 1 ماه دیگر به ایران نمی‌رسد. محدودیت‌ها به گفته مسئولان در شهرهای بزرگ نتیجه داده. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران می‌گوید آمار مبتلایان در پایتخت پایین آمده. حالا وزارت بهداشت گفته تالارهای پذیرایی در شهرهایی که وضعیت زرد و آبی دارند می توانند فعالیت خود را شروع کنند و بازگشایی مشاغل گروه 3 و 4 که در این مناطق قرار دارند را هم بررسی می کنند. اما همه موافق این تصمیم نیستند. معاون ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران گفته در بازگشایی و رفع محدودیت ها نباید عجله کرد و برداشتن آنها باید تدریجی باشد. هنوز بیش از 2 ماه از زمستان مانده و مشخص نیست واکسن چه زمانی به ایران برسد. با این وضع در حالی که در بیشتر نقاط جهان آمار مبتلایان به کرونا روندی صعودی دارد، مشخص نیست که برداشتن محدودیت ها و یا کم کردن آنها به نفع ایران باشد. کاوه مشکات.